همه چیز نسبیه دیگه. اولا سوخت کشور خیلی بهتر شده، یعنی الان تقریبا بالای 90% بنزین کشور استاندارد یورو 4 و یورو 5، بالای 90%. چند درصد یورو 5؟ یورو 5ش بود شاید مثلا 15-16%، ولی 75%ش یورو 4. قبلا یورو 3 هم نبود. یعنی بنزین های شما متوسط آلایندگی سولفورش بالای متوسط 120 بود، الان رسیده به زیر 50، یعنی قابل قبول. متوسط سولفور گازوئیل از بالای 900 رسیده به زیر 150. سرمایه گذاری میخواد اینا، یعنی برای این استاندارده حداقل دولت 8-9 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده بهبود وضعیت سوق، 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده. در مورد خودروها ببینین، خودروساز، این که من میگم ما نمیتونیم جلوی خودروساز، دادستان کل کشور برای من نامه نوشته هفته پیش که آقا چون شرایط تحریمی هست و ایران خودرو نتونسته اون تکنولوژی ها رو وارد کنه، شما اجازه بدین که با استاندارد قبلی دادستان دستور داده که خودروش رو عرضه کنه. بله، یعنی ببینین ما بین بد و بدتر گیر کردیم. خودروساز میگه من کاتالیست نمیتونم بیارم، تحریمم. از زمان تحریم آمریکا ترامپ دو سال شد دیگه. خب ما چیکار باید بکنیم؟ یا باید خودروساز رو تعطیل بکنیم، یا باید بپذیریم با شرایط قبلی تولید کنیم. فقط موضوع کاتالیز اصلا صحبتتون گفته میشه در داخل قابل تولیده؟ نه نیست، نمیتونن تولید کنن دیگه. قابل تولیدی که باید اون موادشو وارد کنن، نمیتونن وارد کنن، سرهم بنده میکنن. ببین همین مسئله در سوخت هست، در مازوت هست. خب مازوت ما چیکار میکنیم؟ قبلا صادر میکردیم، الان تحریمی. میگه چون مخازن من پر شده دیگه جا ندارم برای انباش روزی، برای اینکه فرض کنیم که نزدیک 1.8 میلیون بشکه نفت که تصفیه میکنن، 500,000 بشکه نفت مازوت تولید میکنن هر روز، مخازنشون پر شده، کشتیهاشون هم پر شده. الان روی کشتی ها نمیتونم بفروشم. الان میگه که یا من باید بدم نیروگاهم مصرف کنم، یا رها کنم توی صحرا، یا پالایشگاه تعطیل کنم. یه بودی نمیشه که، در شرایط عادی میشه فشار آورد، ولی من بگم که پالایشگاه تعطیل کن، پالایشگاه تعطیل بشه، چهار تا پمپ بنزین صفش بشه مثلا 200 متر، 300 متر، 500 متر، چه اتفاقی میفته؟ فردا شما ماشینتون بخواید بنزین بزنید، دو روز باید تو نوبت بخوابید. امسال مثلا هفته اول دوم فروردین که کرونا هم بود، ترافیک هم نبود، اینا ما آلودگی داشتیم. آلودگی هم مال مصرف مازوت. یک زمانهایی در شرایط استرام ما ناچار میشیم. ما متاسفانه الان یک سال بیشتر که همیشه مجبوریم بین بد و بدتر انتخاب کنیم، چویسی نداریم بین متوسط و بد، خوب و بد. در حوزه محیط زیست ما بین بد و بدتر انتخاب کنیم. اونور به من فشار میارن، نه خودروساز، بالاده است که شما میخواین جلو خودرو بگیرین، 1.8 میلیون نفر توی این صنعت دارن کار میکنن، قطعه میسازن، قطعه میفروشن، نمیدونم تعمیرات و اینا، بیکاری اینا رو چکار میخواد کنه؟ اینه که در موارد این محیط زیست قربانی یک سری سیاست های کلان میشه توی کشور، ولی در جاهایی که میتونستیم خوب عملیات، کیفیت سوخت واقعا یکی از افتخارات این دولته. آقای کرم
تری میونه صحبتتون عذرخواهی میکنم. سال گذشته بهار و تابستون توی همین تهران، یعنی نمیدونم شهر دیگه جای دور افتاده دیگه، گوگرد بنزین تا 200 پی پی ام هم گزارش شده بود. یعنی ایستگاه‌های متعدد، پمپ بنزین‌های متعددی 200 پی پی ام بودن. ما متوسط برامون، ولی در بنزین و در گازوئیل متوسط آلایندگی مهمه. شما بله ممکنه در یه حالا به هر دلیلی دو تا تانکر، 10 تا تانکر، 20 تا تانکر سوخت با سولفور بالای 300 هم بیاد، ولی متوسطش زیر 50 هست. این خیلی خوبه. استثناء ما دو سال پیش گازوئیل داشتیم در مشهد، در یکی از پمپ میزان مشهد بالای 11000 سولفور داشت. حالا 11000 متوسط 870-900 الان اومده به زیر 150. وزارت نفت که نمیتونه این معجزه بکنه، یه شبه نمیتونه یه پالایشگاه ساختن یه حداقل 5 سال طول میکشه تو این کشور. پول میخواد، ارز میخواد، روابط سیاسی میخواد، تحریم نمیخواد. یعنی ما یه بخش‌های دستگاه اجرایی گرفتار تحریم ها هستن، سیاست های کلان هستن و به این سادگی نیست. من مثلا من البته باشم به عنوان صرف محیط زیست میرم در کارخونه خودروساز ببندم، ولی تبعش چیه؟ تبعش میگن که مستقیم 30000 کارگر خودش داره، 200000 کارگر رو براش قطع میسازن، میشه 230000 و 500000 هم خدمات پس از فروش و سرویس های خدماتی میدن، میشه 80000 بیکار کردن که پاسون 80000 کرونا است دیگه. یعنی مسائل زیست محیطی بخشی از مسائل جامعه هست، همش نیست، درست مهمه، ولی بخشی از مسائل جامعه هست که مجموعه باید نگریسته بشه. با توجه به نامه دادستانی آقای کلانتری و اینکه الان 4 ماه از سال هم داره میگذره و هنوز اقدامی برای یورو 5 نشده، سازمان محیط زیست در نهایت کوتاه میاد و این در واقع مصوبه قانون باز بکنیم؟ نه، ببینیم ما برای گذشته ها مجوز دادیم که در سال 97-98 تولید شده، میتونست بیاد، بازار نیومده، منتظر یه قطعه بود. نه من در آینده منظورم، چون همین الان پیش فروش کردن، 2 ماه دیگه هم میخوان تحویل بدن. ما یورو 5 روش ایستادیم، یه فرصتی باید برای ماشین هایی که مونده بود توی کف کارخونه جا اونا رو داریم توزیع کنیم. تولید جدیدشون باید استاندارد یورو 5 داشته باشه.